درود به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمدم، خوش اومدین به ایفلکس فیتنس. ویدیو امروز رو میخوام با آپدیت ها و استارت های بچه های خود ایران شروع کنیم. چند روز پیش با علی فولادوند صحبت میکردم که بهم گفت استارت آماده سازیش رو برای گرفتن جواز المپیا 2025 زده. هنوز در مورد استیجی که میخواد مسابقه بده دقیق تصمیم نگرفته، ولی احتمالا امسال جدای از اینکه توی مسابقه میخواد جواز المپیا رو بگیره، توی مسابقه دبی پرو هم میخواد شرکت کنه. انصافا بچه های ایران مخصوصا حرفه‌ای هاش نباید استیج دبی رو از دست بدن، چون تنها فرصتیه که بجز المپیا میتونن با خوبای دنیا رقابت کنن و یه محک درست و حسابی داشته باشن. سال پیش توی دسته حرفه‌ای کلاسیک دبی ما 6 تا نماینده داشتیم که وحید بادپی دوم شد. امیدوارم امسال هم تعداد بچه‌ها بیشتر بشه، هم با کیفیت بهتر بیان. قطعا اگه علی توی دبی شرکت کنه یه مدعی برای 5 نفر برتر هستش. سال پیش حسابی دبی پرو سر و صدا کرد، به همین خاطرم امسال خیلی بزرگتر و شلوغ‌تر میشه. جایزش هم 500,000 دلار شده که به خاطر جایزش هم باشه حسابی شلوغ میشه. اینم بگم که وحید بادپی هم احتمال خیلی زیاد، طوری که خودش گفته، توی دبی پرو امسال هم میاد و دوباره مسابقه میده. خیلی دوست دارم رقابت تاپای ایران رو با هم دیگه ببینم. وحید بادپی و علی فولادوند هر دوتاشون سابقه حضور توی المپیا رو دارن و وحید دو بار شرکت کرده، علی هم یه بار. چیزی که جالبه ساختارشونه که کلا با هم دیگه متفاوتن. وحید بادپی نسبت به علی کم سایزتر و پرجزئیات‌تره و علی هم در عوض سایز و حجم خیلی خوبی داره. اگه پادکست چند وقت پیشمون با علی رو دیده باشی، دقیقا اونجا علی میگه که من وقتی رفتم المپیا اونجا بود که فهمیدم هنوزم باید پرسایزتر بشم و با چگالی بیشتر بیام. ورژن امسالش قراره خیلی بهتر از سال پیش باشه و یه ورژن کاملا متفاوت از علی فولادوند. اگه دوست داری پادکستمون با علی رو نگاه کنی، کافیه روی کارت بالا کلیک کنی. خیلی خوب، از طرف دیگه مهدی جابری هم استارت آماده سازیشو برای گرفتن جواز المپیا 2025 زده. این پسر توی 212 پوندیا یه پدیده است. دیگه حتما یادتونه که چند ماه پیش توی مسابقات چین هم کارت حرفه‌ایشو گرفت، هم جواز المپیا رو گرفت. اونجا بود که جواب همه منتقداشو داد و نشون داد که چقدر میتونه موفق باشه. بدون شک برای مهدی که دنبال مطرح شدن توی دنیای بدنسازی، دبی پرو بهترین گزینه است. جایی که همه خوبای دنیا دارن میان و همین سال پیش آنخل کالدرون نفر سوم المپیا قهرمان دبی شد. اگه یادتونم باشه نیهات کایا جوان 22 ساله ترکیه‌ای دقیقاً از همین جا بود که مطرح شد و حسابی توجه جلب کرد. وگرنه تا قبل از دبی کمتر کسی نیهات به عنوان یه تهدید میشناختش. مهدی دقیقاً مثل همین نیهات میتونه از دبی بهترین بهره رو ببره، به شرطی که نسبت به سال قبل و ورژن گذشته‌اش بتونه بهتر و با پیشرفت بیاد. واقعا ایران ژنتیکایی داره که اسیر وضعیت اقتصادی ان و اگرم از لحاظ اقتصادی یکم اوکی بشن، بازم به مشکل ویزا میخورن. همین امسالی که گذشت مهدی جابری، بهروز تابانی و جعفر قفارنژاد نتونستن برسن المپیا به خاطر مسئله ویزا، وگرنه هر ستاشون توی دسته اوپن و 212 پوندیا میتونستن جز 10 نفر برتر و تاپ 10 باشن. خیلی خوب، بریم سراغ تصویر جدید علی بلال. اگه تا 3-4 سال پیش میگفتن یه ورزشکار افغانستانی میتونه جز 2 نفر برتر المپیا بشه، یا حتی میگفتن اصلا میتونه جز 6 نفر برتر باشه، هیچکس باورش نمیشد. ولی علی بلال کاری کرد که بعد المپیای امسال همه دارن از حق‌خوری صحبت میکنن، یعنی حتی میتونست قهرمانم بشه. دقیقاً خودش هم دیروز این پستو گذاشت و نوشت کی میتونه بگه من باختم؟ من از صفر مطلق شروع کردم. واقعا باید بگم این عکس گویای همه چیز هستش و علی بلال تا دوران نوجوانیش توی افغانستان زندگی میکرد، کشوری که هممون از وضعیتش باخبریم و واقعا دم این پسر گرم. جمله که میتونم بگم اینه که علی هیچی نداشت ولی خودشو باور داشت. جدایی از زندگی سختش، سال 2023 علی توی المپیا 16ام شده بود، مقام آخر مشترک، ولی امسال دوم شد، یعنی 14 پله صعود توی یه سال. حتی قبل از المپیای امسال وقتی داشتم باهاش صحبت میکردم بهش گفتم امسال تو خیلی خوب شدی، حتما جز 5 نفر برتر هستی، ولی همونجا خودش بهم گفت 5 نفر برتر نه، من امسال توی 3 نفر برترم. واقعا هم همینطور شد و به جای 3 نفر برتر توی 2 نفر برتر بود. به این میگن یه خودباوری درست. نظر شما در مورد این پست علی چیه؟ توی کامنت ها نظرتو در مورد این پیشرفت خارق‌العاده علی توی زندگیش برام بنویس. خیلی خوب، بریم سراغ سایز فوق‌العاده استفان ماتالا. وزن این ورژنش مشخص نیست، ولی معلومه حسابی با پاتریک تور روی ورژن اوپنش دارن کار میکنن. استفان 2 سال پشت سر هم با اینکه جواز دسته کلاسیک المپیا رو داشت ازش انصراف داد، اونم به خاطر اینکه خیلی سخت سر وزن میرسید، یا بهتره بگم اصلا نمیتونه سر وزن برسه. مسابقه‌ای هم که توی دسته کلاسیک مسابقه میداد
همیشه براش حاشیه ساز بود. الانم که کلا سویش کرده اوپن و باید ببینیم توی اولین استیج اوپنش چیکار میکنه. میتونه اندازه کلاسیک موفق باشه یا نه. خیلی خوب، بریم سراغ بخش آخر امروز با آپدیت های نیک پاکر. نیک پاکر بعد جدایی از مت جانسن هنوز مربیش مشخص نیست، ولی توی اکثر پستاش داره کایل باکس رو تگ میکنه که احتمالاً یا ازش داره مشورت میگیره یا استارت همکاریشون رو زدن. توی این تصاویر کاملا مشخصه که هفته به هفته وضعیت نیک داره بهتر میشه و فاصله این دوتا عکس دقیقاً 10 روزه. قشنگم مشخصه که کم کم بدنش به روال قبل داره برمیگرده، ولی اعتباری که از دست داده رو فکر نکنم دیگه بتونه اینقدر راحت برگردونه. کسی که نفر سوم المپیا بود ولی دو سال پشت سر هم مجبور شد از المپیا انصراف بده، انصرافی که خیلی ازش انتقاد کردن و معتقدن که دیگه نیک باکر نمیتونه جز سه نفر برتر المپیا بشه. به نظرم امسال سالیه که باید نیک باکر تا قبل از المپیا بازم مثل سال گذشته خودشو ثابت کنه. پیتسبورگ بهترین گزینه است، چون مارتین فیتزواتر هم اعلام آمادگی کرده و اگه مارتینو مثل استیج نیویورک بتونه شکستش بده، دوباره روی کاغذ جز 4 نفر برتر المپیاست و همه بازم میتونن روی نیک باکر حساب کنن. از طرف دیگه مبلغ قهرمانی پیتسبورگ $200,000 که نیک باکر میتونه با یه تیر دو نشون بزنه. خیلی خوب رفقا، این بود از اخبار و اتفاقات امروز. اگر از ویدیو خوشت اومد لایکش کن و یک کامنت قلبم برام بذار. دم همتونم گرم.